کاریز درون جان تو می باید و از قصه شنیدن این گره نکشاید. یک چشمه آب در درون خانه به زان رودی است که از برون می آید. به نام خدا، با سلام خدمت خانم ها و آقایان، جلسه نهایی این دوره رو پشت سر می گذاریم و این جلسه رو با بررسی آمار دوستان در خصوص تجربه فرادرمانی آغاز می‌کنیم. که نمی‌دونم، اول من با یه چند تا آمار شروع بکنم که بعد بتونیم گزارش‌های از دوستان داشته باشیم. دوستانی که یک آرامش زمینه رو توی این مدت بهش رسیدن، یک آرامش زمینه رو دستشون رو بلند کنن. خب، به عبارتی این آمار عکس حالت پانیکه. یا مثلا من میتونستم بگم کسایی که پانیک داشتن و امروز اون حالت پانیکشون التیام پیدا کرده، دستشون رو بلند کنن. کسایی که پانیک و اون حالت التهاب و آشوب و دو سه مثلا چهار مورد، پنج مورد، شیش، هفت، هشت. خب چون حالت پانیک و نروز و دامچی هایی که به صلاح هست، اینا خودشون آمار قابل توجهی است. منتها تو جامعه این آمارها موجود نیست. یعنی تا یک کسی نیفته، خب یعنی کله پا نشه، چیز به حساب نمیاد. ولی خب حالت های آزار دهنده این مسائل، استراب، دلشوره، نگرانی، همینا آمار داره. خب در مورد خواب هم کسایی که الگوی خوابشون تغییر پیدا کرد که شفاف تر بشه، واضح، رنگی و به این سمت بره، دستشون رو بلند کنن. یه بار دوستان لطفاً دستشون رو قشنگ بلند کنن که آمارهامون مشخص بشه. خب ولی با تداوم، با ادامه غذای و ارتباطات، این مسائل رخ میده و حالا در خصوص این غذای ها بیشتر تو دوره سایمنتولوژیمون توضیح میدیم که ماجراها از چه قراریست. خب کسانی که افسردگی خودشون داشتند و احساس بهتری دارن، دستشون رو بلند کنن. کسانی که بیماری هایی داشتن خودشون که در این دوره درمان پیدا کرده، دستشون رو بلند کنن. خب خب ممنون. کسانی که رو دیگران کار کردند و نتیجه مثبت داشتن، دستشون رو بلند کنن. خب بله ممنون، متشکر. خب پس در واقع اکثریت قریب به اتفاق در مورد فرادرمانی به نتیجه رسیدن. بله، کسانی که نسبت به موضوع فرادرمانی به یک اطمینان خاطری رسیدن، دستشون رو بلند کنن. خب با توجه به اینکه ما زمانمون، پریود زمانمون 4 هفته بوده، یعنی 5 جلسه و 4 هفته. خب یعنی 5 جلسه همون میشه توی 1 ماه 4 هفته. این زمان خب برای بعضی ها زمان کوتاهی به حساب میاد که در این 1 ماه میتونستن با لااقل 10 نفر هم قرار بوده کار بکنن. خب یه چند تا از گزارشات دوستان رو هم بشنویم که دیگه جنبه خاص رو بفرمایید. این دفعه خانم‌ها شروع می‌کنیم که در بفرمایید. من همون روز اولی که اومدم درست، جناب استاد، توی زمان اولی که اومدم اینجا خیلی خوشحال بودم. یعنی گوش من همواره یک صدای مثل صدای باد و وزوز گوش. و خیلی عجیب که ناراحت می‌کرد و دکتر رفته بودم و شناسنامه‌سنجی رو از این کارا انجام دادم. ولی همواره این رو داشتم. اون روز، اون شب که من رفتم در بستر خوابیدم، دیدم که یک لحظه تو خواب بودم، اصلا وسط های خواب بودم، یک چیزی مثل زنبور رفت توی گوشم، اینجوری میکردم، سیخ میکشید تا تای گوشم، هیچی نبود، ولی اصلا یک چیز عجیب، یک صدای عجیب و یک سیخ رفتن شام عجیب بود که خودش خیلی حالم بد شد. اون وقت خیلی درد گرفت من، ولی بعد دیدم که اصلا اینقدر گوشم سبک شده بود، اصلا دیگه اون حالت برای من از بین رفت. بله خیلی ممنون. پس در مورد این یک گزارش در مورد وزوز گوش که میدونین که
باید بگیم لا علاجه دیگه، بله؟ صعب العلاجه. وزوز گوش تا اونجایی که ما میدونیم درمان داره وزوز گوش یا نداره دوستان؟ داره؟ ما طب رایج رو حالا بگیم، بعد تا بگیم که چیزهای خارج از روش طب رایج، خب ما هم اعتقاد داریم خود طب رایج رو مبنا قرار بدیم. خب من تا اونجا که میدونم صعب العلاجه، حالا اگر دوستان اطلاعات دیگه دارن باشه، ولی به هر صورت بفرمایید. خانم آقایون پزشک میدونم یاد هستم فکر کنم داستان خودم بگم، خیلی خالی از وقت نبودم. من 24 ساله بودم، به خاطر آن چون شکرات مسئله دیگه هم درش پزشک نگرفتم، میشون به من قرص و هورمون دادن. بعد از یک ماه استفاده کردن استروژن دچار آمودی ریه شدم، ریم آب آورد و پای چاپ هم بریم، یعنی گرفتگی رایی رو میدم. دو سال پیش ازدواج کردم، من دیگه اون دستم قافل کنم و رها شدم و خب شرایطی داشتم، یعنی مثلا این گرفتگی اون رو به پا خب خیلی برای مسئله اینجا. دو سال پیش ازدواج کردم، بعد از ازدواج هم مشخص شد که پی‌سی‌آر هم هست. دوباره تحت رضایت پزشک قرار گرفتم. خب خانم آقایون پزشک میدونن که درمان قطعی پی‌سی‌آر استروژن، و خب من توی بنبست بودم، خب نمیتونستم به من استروژن بدن. با پروژسترون درمان شروع کردم، اونتا خب درمان قطعی نمیشد و من واقعا از لحاظ روحی توی شرایط بسیار بدی قرار گرفتم. بعد از اون یه جلسه خانم دکتر از بلشان بسیار خوب ایران هم هستن، من خواستم همراه همسرم و به من گفتن سعی کن زودتر بچه دار بشی، احتمال نازایی هم میره با این شرایطه. خب من بعد از اون به اختیار خودم و به میل خودم درمان دارویی رو رها کردم و به کلاسه شما پناه آوردم، چون واقعا خودم توی بنبست بودم. بعد از اون اتفاقاتی که برای من افتاده باعث شد که خانم دکتر به شدت از مثلا عصبانی باشد. من هر بار خب نتایج آزمایش ها و اینا رو برایشون فکس میکنم، به تلفنی بهشون میگم، ایشون میگم غیر ممکن امکان نداره. من یه بار سونوگرافی میکنم پی‌سی‌آر‌دی هستم، دفعه بعد انجام میدم پی‌سی‌آر‌دی نیستم، دفعه بعد کمتر شده، خیلی عجیب و غریب شده قضیه. بله تحت کنترل در اومده؟ والا من به طور قطعی نمیتونم اینو بگم، یعنی باید پزشک اظهار نظر بکنه. گاهی به کلی خوب میشه، گاهی دوباره برگشت داره. خب به در دارم انجام بدم اون گرفتگی مریضا هم از بین رفته، یعنی شرایط عجیب و غریب میشه. خب گرفتگی مریضا یعنی اینجا گرفتگی مریضا از بین رفته، اون مشکل هم به یه نوسان افتاده بین خوب شدن و نه حالت قبل، بلکه حالت میانه ای که به سمت به سلا یعنی یه همچی چیزی رو شما توش پیدا میکنید؟ به طور قطع بگم که اون بهبود بوده، اون دوره های بهبود مثلا دوره سورایی خر شده، چون چیزی که باسا میگه که مشخص میشه و من نمیتونم بگم، ولی از علائمی که این مسئله داره میتونم بگم که خب شما میدونید که یک اصلی که ما داریم اینه که هرگاه نشانه های یک بیماری تغییر بکنه، خب نشانه تغییرات درونی است. اینو خدمتتون عرض کردیم. خب یعنی علائم بیماری، مثلا یه بیمار MSC نمیتونه راه بره، حالا داره راه میره، یا بعضی از حالت ها، یا بالاخره مثلا یک بیمار میگرنی دامته پرودای منظمی بعضا سردرد داشته حالا نداره، بیمار آسمی نمیدونم، وقتی نشانه تغییر میکنه، نشانه علامت تغییر داخلی هم هست، تا بعدا تو آزمایشات معلوم بشه که صحت و سقم قضیه و اینا. بله بله این به اصطلاح مشکل ذهنی هم اینجا در این خصوص، خب مشکل ذهنی شاید همین گزارش کوتاهتون، بعدا تشعشع دفاعی هم نیاز پیدا دوره تشعشع دفاعی تو اونجا بیرون ریزی ها و مسائل اونجا هیچ مسئله نداشتیم. بعد پای چپم بازم اتفاقات عجیبی افتاد، از یه سفر تایلند اومدم
یه گرفتگی های روی همون پای چپ ایجاد میشه که هیچکی نمیدونست چیه. آخرم گفتن لابد از اونجا این ویروسی با خودت آوردی. بعد هم ذره ذره رفت شد. هیچکی نفهمید چی بود. روی همون پای چپ هم. به هر صورت این شد دو تا گزارششون نایت که وقتی مثلا فرض کن من 2-3 ثانیه نتونم چشمو ببندم نشانه ترسای بحث ذهنی است که بازم باید تششد دفاعی تداوم پیدا بکنه ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنون. دیگه بفرمایید خانم دکتر. من روی مادرم کار کردم. وقتی یه مشکل روحی خیلی شدیدی داشتم به دنبال اون هموروید هات پیده کردم تا طبقه هموروید نداشتم. بعد یه جوری که دائم به من میگفتش که من چه بفهمم بعد گردوری بزنم که از این اطمینان نداره درست بشه. بعد شروع کردم چون کار کردم به خودش هم گفتم توضیح دادم اصلا که فرضم چی هستش و بهش گفتم حتی بدون من شما اتصال بگیرین و اینا هم بعد خوب شد. یعنی هموروید درزم مثلا 4-5 روز کامل برطرف شد. خودم خوب نیست نمیدونم که رفتی به این موضوع داره یا نه. یعنی من حالایی که اصلا نداشتم قبلا الان مثلا من درد مخصوصه بکنم موضوع که بزنم یا مثلا بینیتم خیلی بده میدم خیلی بده حالا مثلا خوب نیست دائم خستم دائم میخوابم. بله بله. خب در این خصوص اسکنی که به نظر من فکر نمی کنم که مثلا توی مدت کوتاه شما این همه مسائل و مشکلات از بیرون اتفاق افتاده باشه. حتی احتمال داره ما هر روز در معرض ویروس ها، بیماری های مختلف، شوک های مختلف قرار داریم. ولی به نظر من چون عرض کردم خدمتتون کسانی که در محیط های بیمارستان کار میکنن و کسی اصولا کادر درمانی در معرض مشکلات و مسائل بسیار زیادی قرار داره. مسائلی رو که شما فرمودین از درد مفاصل و خستگی و معده و تمام این مسائل بعد از این 3-4 هفته اسکن ها تازه اسکن های فرادرمانی داره روی شما خب چیزهایی رو آشکار میکنه، چیزهایی رو میاره رو و بعد حالا یا چند تا یا یکی یکی یا نمیدونم اینا به چند شکل اسکن ها دیگه تجربه کردین الان میاد رو و اینها بعد از اینکه خودشون نشون داد یه دفعه یکی 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 یا همه با هم یه دفعه محو شدن و بعد از این منتها ما احساس خوبی به ما بهمون دست داد مثلا اون خستگی مزمنی رو که ایشون میفرمایند و جلسه اول یعنی جلسه دوم در واقع اولین جلسه که ازتون گزارش گرفتیم یعنی جلسه دوم یکی از مسائلی که اینجا تو گزارش ها بهش اشاره کردیم بحث خستگی بیش از حد بود. بعضی از دوستان خواب بیش از حد چند نفر داشتیم مثلا بحث خواب تو این بحث الگوی خواب بیش از حد خب و یه سری اینجور مسائل نشانه های آورلود هایی است که یا اون فشار هایی است که ما رو خودمون داشتیم و صرفا بر اساس نظم تونستیم از خودمون کار بکشیم. ولی وقتی این به مجموعه رو به حال خودش واگذار میکنیم که گزارش بده میبینیم همه صداشون در اومد. مثل یه سازمان میمونه که مدیر داره از همه کار میکشه بعد یه روزی میگه بابا جان خب اوضاع چطوره؟ همه میگن بابا بیچاره شدیم، خسته شدیم، داغون شدیم، به زندگی نمیرسیم. یعنی در واقع این سازمان هم در اینجا یه فرصتی پیدا میکنه که بتونه اون شکایت های خودش رو ابراز بکنه و اگر ابراز نمی کرد چی می شد؟ این خودش سوالی است. ما تا یه جای این آورلود و یعنی هر مجموعه هر نمیدونم سیم برقی هر وسیله الکتریکی تا یه جای آورلود رو می کشه تعامل می کنه یه جایی از پا می افته و این دیگه به یه شکلی ثابت و ایستا و پایدار رو جسم تثبیت میشه، باقی میمونه و نتیجهش دیگه منجر میشه به یک بیماری مشخص و معینی. ولی اسکن حالا تجربه شما خواهید کرد همطور که رو برونشکتازی تجربه کردید و گزارش هفته قبلتون روی بحث برونشکتازی بود در این مورد هم شما خودتون تجربه میکنید که به اصطلاح همینطوریه. بعد از این اسکن ها اینا تمام میشه و همینی که پذیره شده اینم یکی دیگه از چیز هاست. وقتی که کسی در اسکن پذیره شد یعنی چیزای کشف شد حتما هم کارش انجام میشه.
یعنی وقتی که شناسایی شد یعنی پذیرش شده، پذیرش شد یعنی حتما اینا جزء اصول قضیه است و حتما کارش انجام میشه و انشالله مسائل همه مرتفع میشه. خب الان که من بزرگ برمزم الان من این کار فرادم رو انجام میدم چون دیگه از دولانی درد مخاصله رینیت اگه تمام بشه دارت کنم که میشه کانفرانس های خوکی. بله ببینید حالا بحث کل قضیه برای با تب و اینا همراه بوده با چیز نبوده. خب به هر حال ما یک بخشی از این قضایا رو تجربه داریم و حالا همین نمونه چند نفر دیگه همچین نمونه هایی رو دارن که یه دفعه گزارشی می‌خواستم بدم شاید بفرمایید آقای دکتر بفرمایید. یه هفته بود داشته من هم خستگی زیاد داشتم از خواب سنگین. ولی دو تا مطلبی که باید صبح این کلاس شرکت کنم رو بودم در دیگاه خانم دکتر پیرزاده است. سال 86 من زمستون مدتی بود خواب پریشان می‌دیدم. ولی یکی از آشناهایی که فوت کرده بودن تقریبا این خواب می‌اومد با غزل. مرسی من خانم پیرزاده تماس گرفتم قضیه رو گفتم ایشون گفتن که خب بالا برقرار میشه و رفت. من خیلی ارتباط دقیق ندونستم دیدم اما خب رفت شد دیگه یک سال و نیم مشکل نداره. زمستان سال گذاشتن در حینی که من بیمار میدونم تو مطب یه بچه از آشناها رو آورده بودن خیلی بیقرار بود. احساس این بود که بیقرارش طبیعه شبیه سرماخوردگی بود اما خیلی بیقرار واجه بود. با مجردی که من این بچه رو معاینش کردم و دارو براش نوشتم رفت این با یه بیقراری اومد تو مطب با نشاط رفت اما من دچار ضعف و سستی و بیحالی شدم مثلا افتادم روی صندلی و خیلی ضعف شدید داشتم. علتش هم نمیدونستم توی این 37 سال کلا همچین تجربه نداشتم. دیگه هم با خانم پیرزاده تماس گرفتم گفتم که این مشکل چیه هم با یکی دیگه از علما که خب ایشون هم من قبول دارم آیت الله جورجانی مشهد هستن هر کدوم یه نسخه کوچیک تقریبا نیم ساعتی وقت منو این بس گرفت سرگیج و ضعف و دو تا از همکارا اومدن نوار قلب نهایتا تشخیصی نداشتیم. خیلی خب با توصیه دوستان مسیری که گفتن رفت یا مشکل رفت. بله خب عرض کنم خدمتتون که حالا دوستان یکی از بحث های یواشاش بحث لایه محافظ و یک سری از تئوری ها و مسائل رو چه در تششع دفاعی و چه در بحث تششعات مختلف رو یواش یواش در قالب یک گزارشاتی باش برخورد میکنن و خیلی از دوستان کادر درمانی از این تجارب رو به خاطر میارن که چه موقع حالشون کاملا خوب بوده بعد از یه ویزیت دو ویزیت یه رفع افتادن یا خیلی از مسائل مشابه که تجربه میاد اونها رو توی کلاس بندی خاصی میبره و نشون میده که اتفاقات غیر عادی هم میتونه بیفته که توجیه علمی و پزشکی در واقع نداشته باشه و اینها رو ما ببینید علتهای متعددی میتونه داشته باشه و در واقع در خیلی از مواقع میتونه تششعات منفی یا جریان‌های منفی ویروس‌های غیر ارگانیک اینها در واقع در همون موقع جابجایی‌های رو به اصطلاح انجام بگیره که در واقع فردی که ناقل جریان‌های منفی به طور کلی چون دستبندی من الان نمی‌خوام وارد اونها بشم ناقل بودن از اونها رد میشه اونها سرپا میشن بعد فرد دیگری درگیر میشه. این مسائلی است که خیلی از دوستان کادر درمانی داریم کسای دیگه هم که این تجارب رو داشته باشه. من چون دو تا بچه پشت هم دارم نمیتونم که سر این ساعت ها خیلی منظم نمیتونم باشم و مجبورم نمیتونم باید چی باید باید باشم ولی خستگی بسیار زیاد این تجربه دارم یعنی اصلا احساس کنم که بعضی موقع هم نمیدونستم برای چی رفتش میدادم شاید بزن تابستون من چون گرمان خیلی سخت دارم. البته گزارشی که در این مورد بود بحث دیگری این بحث دیگری
در واقع شما دچار خستگی مفرط پنهانی بودید. خب که اینجا تو اسکن خودشو نشون میده، یه امر عادی است و تا یه مدتی هست تو تا یه مثلا ببینید ربطی نداره. شما یه ارتباط گرفته باشین در تمامی دوره، یه ارتباط گرفته باشین در معرض اسکن قرار گرفتید و این مسئله اومده رو خودشون نشون داده. و اگر ما ببینید مثلا اگر ما بیایم وضع زندگی شما، نحوه زندگیتون و همه چیه شما رو مورد بررسی قرار بدیم، اون وقت معلوم میشه که چی میخوایم بگیم. و این خستگی خب همیشه بار خیلی زیادی بپوشم. خب بنابراین حالا همین که شما فرمودین روح هم البته این همه بار داره، روح تعریف داریم داره، ولی همینی که شما فرمودین که بله من درون خسته است، چون سیستم های نرم افزاری عمده تر از سیستم های سخت افزاریه. خب سیستم هایی داریم نرم افزاری، اصولا تفکر ما تفکر نرم افزاریست، فراموش نکنید. ما با سخت افزار کاری نداریم، نتیجه نهایی رو در سخت افزار میبینیم، ولی عمده کار ما یعنی 100% کار ما چیه؟ نرم افزاریست. خب و بخش نرم افزاری اهمیتش بیشتر از بخش سخت افزاریست. یعنی شما وقتی میفرمایید من روح هم خسته است، که کسی که شما رو ندیده باشه اصلا بلافاصله از اونجا خواهد فهمید یا حدس میزنه که شما جسمتون هم باید خسته باشه. درسته یا درست نیست؟ یعنی وقتی درون خسته است قطعا بدونید که بیرون هم، یعنی روان هم مشکل داره، جسم هم مشکل داره. یعنی شما ذهنتون رو اشاره کردید، یعنی شما ذهنن خسته اید. خب حالا من منظورم حالا از چند سالگی، شما فکر کنید که 6 ماه قبل، مالا نمیگیم که بگیم 6 ماه قبل، بگیم 1 ماه قبل، وقتی که البته اینا همه تعریف داره، خستگی ذهنونا همه وقت تعریف داره و روی فلوچارتا و اینا مفاهیمش معلوم میشه که یعنی چی. ولی وقتی یه کسی گفت من ذهنم خسته است، شما بلافاصله متوجه میشید که بخش احساسی او هم اختشاش داره و بعد از اونم میفهمید، متوجه خواهید شد یا متوجه میشید که جسمش هم حتما درگیر خستگی و اختشاشات و تعلم. حالا چند نفر خستگی داشتن تموم شده؟ نه چند نفر خستگی داشتن تموم شده؟ خب در این خصوص اینا هم در واقع مثل هم دیگه، منتها اینجوریه، نمودار اینطوریه. خب این در واقع زمانه، این حالا در مورد خستگی داریم صحبت میکنیم، این خستگیه و این در واقع نمودار در واقع بهبود. البته خب این بهبود و میبینید که اگر اینجا وضع نرماله، یه کسی این نمودارشه، یه کسی این نمودارشه و یه کسی دیگه داریم، کسی که در یه روز متوجه خستگی و رب اون شده باشه. خب ببینید یعنی در واقع اینجوری شده، خیلی شارپ، خیلی آنی خودش نشون داده، تموم شده، حالا احساس فرش بودن رو داره. اصلا ارتباطی به این چون یه پیکی زده و تموم شده، نمیشه گفت که حالا مربوط به اسکن بوده یا مربوط به یک آرزه موقتی بوده. این که الان میگه مستمر است، ایشون میگه مدتی است که دارن، مشخص از زمانی که بله اونی که فوری بوده، اونایی که فوری بوده شاید به تحقیق و جرات نشه گفت که این باشه، ولی اونا که یه ذره پیک چیزتری پیدا میکنن، زاویه بیشتری پیدا میشه، اگر ما پیگیری بکنیم متوجه میشیم که دیر یا زود این مسئله تموم میشه، نموداری پیدا میکنه هر کسی در برای هر مسئلهش یک نموداری پیدا میکنه، ولی نتیجه نهاییش چی رو نشون میده؟ نشون میده که به اینجا میاد و این ماجرا تموم میشه
و فرد از اون به بعد احساس به احساس تازه میرسه در خودش. هرچی نمودار طولانی تر باشه میتونه بگیم فرد قابلیت خاصی داشته یا مشکلی وضعیت خاصی داشته؟ نه اینطور نیست. نمیتونیم بگیم که مثلا یک کسی ممکنه که مشکل 30 ساله داشته باشه در یه لحظه همین حل بشه. یک کسی نه از یک ماه قبل مشکل داشته باشه ولی در واقع از یه نمودار با شیب خیلی ملایمتری. لذا زمینه نمیدونم و خیلی مسائل دیگه در پیشبینی این نمودار نمیتونه مؤثر باشه. سال دوم که چیزی احساس کردیم به وجود ما اومده اونو توضیح میخواستم بدم. از کردم خدمت دوم اسم کلیشو گذاشتم جریانهای منفی شامل ویروسهای غیر ارگانیک، شامل انواع و اقسام تششعات منفی و شورهای منفی. اینها در واقع یه چیزی در یه لحظه و خیلی هم امکان داره که بیشتر مثلا از ویروس‌های غیر ارگانیک هم در واقع این اتفاق افتاده باشه که خیلی هم هست، مخصوصا برای روانپزشکا و مشاورا روانشناسا خیلی زیاد این مسئله هست و اونها تو اسکن‌ها و با تجاربی که ما داریم متوجه میشن که بله این اتفاقات افتاده. اگه قرارش از بین نرن راجبشون صحبت ببینید همه افراد در معرض تششعات مختلف همدیگه قرار دارن. شما عرض کردم جلسه اول گفتم شما یکی رو میبینید یه دفعه بعد از اون احساس میکنید که همه وجود دچار دلهره و اضطراب شده. این هست یا نیست؟ خب حتی مکانهای مختلف میریم حتی مسائل این اصلا یه چیز زبان اصلی انسان زبان تششعاته. پیش از اینکه ما بخوایم با هم حرف بزنیم یا اصلا در خیلی موارد حرف نمیزنیم اصلا، شما در یک اتوبوس کنار یه نفر بغل دست یه نفر بشین تا پایان این سفر مود شما تغییر میکنه. ببینید منتها ما روی مسائل کنجکاوی، توجه و تحقیق نداشتیم. بعد که آخر دفعه مودمون خراب شده فکر کردیم خستگی راهه، فکر کردیم که نمیدونم ماشین اینجوری شده، فکر کردیم که نمیدونم من از بچگی طرفی متوجه شدم که به شدت تحت تاثیر آدمای دیگه قرار دارم. یعنی من اینو خیلی از آدما ناراحت هم می‌کردم. حالا در این رابطه بعضی از افراد حساسیتشون خیلی بالاتره، مثل بعضی از اشخاص به محض اینکه بیرون غذا بخورن معصوم میشن. بعضیا نه خیلی باید مثلا فرض کنید که چیز غذا پایین. این مسئله حساسیت‌های هم که هست بعضی از مخصوصا مثلا برای خانم ها تجربه اینو نشون میده، حساسیت‌های تششعاتی و گیرندگی تو این مسئله شون قوی تره، حساس تره و زودتر مسائل روانی و ذهنی رو تششعاتش رو دریافت میکنند. خب و بیشتر هم در معرض این قضیه قرار دارن. نه مسئولیت‌پذیری بیشتر و خود رو بیشتر داشتن و دیگران رو بیشتر اهمیت دادن به خود آدم باعث میشه که خستگی زیاد بر آدم ایجاد بکنه و همه اینا هم عقب بمونن. بله شما یک من یه سوال میکنم، شما یه نفر در حال غرق شدنه، شما اول شنا یادش میدید یا اول نجاتش میدید؟ ببینید شما فاز بعدی اگر مجالی پیدا بشه مثلا در دوره‌های بعد میاد به این مسئله برمیخوره چرا بیمار میشویم، ولی الان در وهله اول که ما رسیدیم فرصت نیست ایشون بیوگرافیشو بگه. ایشون باید در بیاد بیرون، باید بیان بیرون بعد احساس آرامش و تندرستی و اینا رو بشون در اصلا یه مسئله. اجازه بدین همین بحث حفاظ‌های مختلف میخواد که این مسئله رو ایجاد کنه. بحث عرفان، عرفان یعنی هنر ضد ضربه شدن.
اجازه به ما بدیم بیاد بعدن واسه میگن که از عرفان یعنی هنر زد زروشتن، عرفان یعنی از حرکت از ظاهر به باطن، عرفان یعنی هر کدوم از اینا میدونه که چگونه عرفان باعث زد زرو شدن میشه که شما در هر مکانی حاضر باشی هیچ تششعی نتونه به شما نفوذ کنه. خب یعنی در واقع اینا یک سری از این مسائله که ولی در اون خصوص همین اصلاحی میام که من این عرضم بگم، ولی در این خصوص شما وقتی کسی حالش بده شما از کمال براش بگو، از خدا براش بگو، از اینجا بگو، از اونجا، هیچ فایده نداره. اول باید نجاتش داد. خب اول باید نجاتش داد، مثل همون غریقه. شما خب بگی که واسدید داره غرق میشه، واسه چی رفتی تو آب؟ کی گفت این دام چی؟ تو چرا شنا بلد نبودی اینجوریه؟ بعد حالا اصلا که اینجوریه، شنا اینجوریه، کرار سینه رو اینجوری برو، اونو اینجوری برو، بازده باید اونم داره این خرق میشه. اول باید بیارینش بیرون، نجاتش بدیم، بعد بشینیم بگیم خب حالا بیا پای حساب کتاب ببینم اصلا زندگی یعنی چی؟ اصلا دنیا یعنی چی؟ اصلا خدا یعنی چی؟ اصلا ما اینجا چی کار میکنیم؟ اصلا چرا اینجوری شده؟ درست میگم؟ بعد میبینید که با بررسی دقیق تری اکثر افراد فوراً تقصیر میندازن گردن خدا. این یه چیز عامی است که بعد ما هم اولین کار که میکنیم اینه که خدا رو تبرئه میکنیم. یعنی چیزا اینجوریه، شما در اول خدا رو تبرئه میکنیم که دست از سر کنیم، دست از سر خدا بردار. اینا اینی که اون بحثی که دفعات قبل داشتیم اینه که آن چه که اصابت میکند از بدی مال خودمونه. بچه سرطانی به دنیا اومده مال ماست. برگردیم قبل ببینیم چه اشتباهاتی کردیم که این بچه الان سرطانی شده. این اونجا هر کدوم از این مسائل رو بیان شد. بعد که فهمیدیم خودمون مقصریم، میایم سر منر و راه و روش و برنامه‌های خودمون و بینشمون و چرا بیمار میشویم و یک سری مسائل، مجبور به خودشناسی میشیم. لزوم خودشناسی، لزومش شناخت چیدمان وجودی و مسائل دیگه از اونجا آغاز میشه که ما میفهمیم که باید اینجا رو بشناسیم، این محدوده رو بشناسیم تا جواب برای خیلی نه تنها بیماری، حالا بیماری عامل ترمز و مشکلی است. درست شد؟ من یه سوالی میکنم، چند نفر از دوستان روش زندگیشون عوض شده ولی یا عوض نشده ولی احساس بهتری دارن تو اون بحث سلامتیشون و اینا که تو این دوره دارن تجربه میکنن؟ چند نفر اصلا کسی روش یک پس باید یک فرصت بدین که از این مرحله رو تجربه کردیم. حالا حرف خود ما بود، تو این کتاب هم نوشته شده، بدون تحول، بدون ایجاد تحول درمان خب یک کار کوتاه مدته. یعنی شما این مشکل رو داره، از این مشکل نجاتش میدی، مشکل بعدی در آینده در انتظارشه. چرا؟ چون روش زندگیش و اون عوامل بیماری زایی و تن زایی و نیدام چی ها ابه نرفته. حق با شما. اما مرحله به مرحله توی این بخش ما فرصتی نداریم که به افراد بمیگیم که بله شما باید روش زندگیتون رو عوض کنید، درام کنید، بزار کنید. این ماجرا نگرش و بینش و بینش و اینا رو اجازه بدین. جز بحث‌های آتی هست که شما چجوری درمان میشین، همین ارتباطاتتون رو که دنبال میکنید، توجه میکنید، همین منجر به یک گزارش میشه. مثل بعضی رو من وقتی که از بچگی کوچیک که بودن حالت داشتم ولی هیچ کس اینو نمیفهمید. من هرچی هم که میگفته کسی اینو متوجه نشد. احساس کردم یه سیخی الان مثلا از تن این داره تو تن من فرو میره. یعنی همچین حالت گزشی از طرف این آدم احساس کردم. بعضی موقع ها هم حالت های درونی این آدم ها رو برای دیگران میگفتن. من مثلا این نیت رو داره اینجوریه اینجوریه.
دیگه، خب کسی من باور نمی‌کنه. حالا بعضی موقع خودم دیگه خودم باور نمی‌کردم، ولی این کار من اذیت می‌کنه. اصلا این تمام وجود من، این یه حالتی دارم که وقتی به دیگری نگاه می‌کنم یه سری از احساسات و حالت‌ها وجود. ببینید اینجا چند تا بخش، یک بخشی که از اون قسمت اولی فرمودین، یه بخش این تششواته که من عرض کردم، یه بخشی برای هممون وجود داره. حالا شما اون تیپ حساس هستین، مثل همون کسی که اگر بیرون غذا بخوره مسموم میشه. خب شما حساسیت شما از توی این بحث تشش، شما حساس هستین، نیاز به حفاظت و مسائلی دارید که سر فرصت روش کار میشه. خب و در یک بخش از چیزا برمیگرده به این ماجراها و دیگه من بحثم اینه که در کنیم شما جلوشو بگیرم. شما فقط بدیهات رو خوب دارم. ببینید یک بخشی از اون مسائل، مسائلی است که شما قاعدتا نباید بدون انتقال پیدا بکنه. یک بخشش انتقال هممون هستیم، یه بخشیش به طور خاص و استثنایی به شما انتقال پیدا میکنه که بقیه ندارن. اون بخشش میشه ویروس غیر ارگانیک. خب که باید اونم ارتباط خودش، اون از اون فیلتر هم عبور میکنید، اون پاکسازی هم میشه. بعد شما میبینید که یک مقدار از این مشکل تو، چون شما همینو وقتی برای یک روانپزشک تعریف کنید، برای روانشناس تعریف کنید، چه چیزی پیدا میکنه؟ من میگن مشکل یه جمله بگم چون ایشون برای که جوابش درست بگیره خواهر بگم میکنم. و حسب نگاه سنتی من تو چند سالی میگم وقتی دوستان گرفت نشن، افراد طبیعت مختلف دارن. طبیعت ایشون رو ما گرم خشک بگیم، آدم هایی که گرم خشک هستن اصطلاحا میگن صفراوی مزاج. صفراوی مزاج ها احساس حواسشون دقیق تر از بقیه هست، پندارشون ریستره، بینش دیدنشون، شنیدنشون، بویدنشون، لمس کردنشون یه دقت خاصی داره. به همین خاطر انگار حس ششم دارن، چون تفاوت داره با بقیه. بله انگار حس ششم دارن، برداشتاشون متفاوته با بقیه. بله برای همین با دیگران هم نوع رفتارشون فرق میکنه. به عنوان مثال ایشون، حالا من میگم ایشون بعدا آره من هستم، روز اولی که نشسته بودم اونجا من خودم رو بگم، اول من باید چیزو بفهمم، سوال بکنم تا قبولش بکنم. ایشون روز اول من 10 بار رفتم اومدم، طبیعتشون این بود، شاید بغل دستیش میرنجید. به من اینکه گفتم طبیعت صفراوی اینجوریه. ما میگیم تیپ 3 بنیاد. شما تو تب سخت افزاری تعریف می‌کنید، ما تیپ نرم افزاری میگیم، شما تیپ. حالا ببینید اما یک بحث هست که آیا تبیین قابل تغییر هست یا نه؟ طبیعتش؟ بله من یه روز بچم اینجا بود، بخاطر بچم میرفتم بیرون. بحثه الان شما تا جوابتون نگیری دست نمیکشید، این طبیعتشون هست. بله حالا کاری نداریم با اون بحث چیز، ولی یک مسئله هست که ببینید بحث ما یک من خدمت شما بگم، تفاوت‌های ما با بحث‌های اونجا و تقسیم بندی‌های ما با اونجا از این بابته که طبعشون صفراویه. حالا یا این طبعی که شما برن طبع سخت افزاریه، یعنی طبع دموی، صفراوی، سوداوی، بلغمی، طبع سخت افزاریه. ما یه طبع نرم افزاری هم در سایمنتولوژی تعریف می‌کنیم که اصلا نوزاد که متولد میشه این چند تا تعبود بنیادشه، بنیاد داریم، نهاد داریم، چه چیزای مفصلی داریم. خب بعد این تیپ پس آمادگی برای یه همچین مسئله داره، از نظر ما قابل تغییره. همین فردی که به این شکل ناآرام مثلا فرض کنید نظرش ناآرام فلانه، وقتی میاد تو سیستم کار میشه آروم میشه و در واقع یه چیزای پیدا میشه. اون مسئله ببینید شما وقتی که نمود بیرونیش اینجوری نباشه، نمود بیرونی که عوض میشه، ساین که عوض بشه، یعنی درون طبق اون اصلی که تعریف کردیم صحبت کردیم. خب پس ایشون ما تبمون قابل تغییر هست یا نه، بنیادمون قابل تغییر هست یا نه، این یه موضوع خیلی مفصلیه. بنابراین ایشون فرض کنید که اسکیزوفرنیا، پارانوید و
حالا مثلا هپرنیک نمیدونم اینجور چیزاست. خب و شما که تعریف کنید میفرمایید که سفرابی یعنی همین دیگه، ولی از نظر ما اینجوری نیست. اگر که مثلا اسکیزوفرنیا شاغب مثلا پارانوید برای تو کار میکنیم بحث از بمیره، مسئلهش از بمیره. اگر یک روان به اصطلاح شناس صحبتهایشون رو گوش بده فوراً بحث توهم و بحث هر یکی از این دستبندی ها رو فوراً بره سراغش، خب اون حق داره و اینم فیکس ثابته. ولی از نظر ما خب این قابل رفع و رجوعه و بعد حتی من به محل مطبم که رسیدم برای دیگران میگفتن، گفتم مثلا شما این خصوصیت دارید، اینجوری هستید، اینجوری هستید، اینجوری هستید، که اصلا خودشون اینجا جا میخوردن، گفتن تو از کجا سرد. بله این پیشگویی شما اینها برمیگرده به این مسئله. وقتی که پاکسازی بشی، وقتی پاکسازی بشه، حالا اون دوره تشعشع دفاعی قابل توجه روانپزشکا روانشناسا، وقتی که پاکسازی بشه شما دیگه نمیتونی پیشگویی کنی. خب نه به اصطلاح اون حالتای بدبینی نه نیست. دقت نظر موضوع دیگریه. دقت نظر عیب نیست، دقت نظر عیب نیست، دقت نظر حسنه. منتها در این افراد دقت نظر دارن، مسائل دیگه هم دارن. خب اینا دست به دست هم میده، وضعشون رو بدتر میکنه. مثلا پارانوید هستن، دقت نظر هم دارن دیگه، این دوتا که دست به دست هم بشه دیگه خیلی بدتر میشه. بفرمایید. به اعتقاد من دقت نظر نیست. حالا من خیلی شاید مثلا این برداشت خودم میگم به عبارتش فضولی هم میکنم، یه سری القاعاتی بهشون میشه که اون القاعات ایشون میاد جلو، منتون وقت شما فکر میکنین که مثلا دقت نظر خاصی، اما شاید دقت نظر اصلا در بعضی مواقع که آلودگی ها هست جهت هایی داده میشه که جمله ترسیمی استاد جواب من داد. بعضی از افراد طبیعت رو دارن که برداشتشون، دیدنشون، شنیدنشون با بقیه متفاوت طبیعتشون. اما اون جمله استاد درست شد. امکان داره همزمان یه مشکل دیگه هم باشه. بله بله. مثلا حالا دیگه چه هستن دیگه؟ ما اون تیپای بله. حالا به هر صورت منظور من این هست که هیچ کسی برای خودش حکمی صادر نکند که من اینم و دیگه لایتغیر و تغییر ناپذیر. به اینه پارانوید از نظر ما درمان داره. نمیدونم هر نوع مشکل و مسائل دیگه حالا میاد، افراد تو وسواس و ماجراهای دیگری همه قابل حله. ما فقط پیگیری بکنیم، مسئله بکنیم، به بیماری خودمون، به مشکل خودمون بند نکنیم. توجه میکنید؟ به اصطلاح دوست عزیزم برزه بفرمایم من بیام برگردم تو بحث. بله تو خودمون. بله خدمت شما، اصلا توی این بحثی شما گزارش و اینها دو سه تا موضوع هست برای خود من یکم عجیبه. یعنی من زمانی که خودم میام مثلا یه حرکت درمان رو انجام بدم، خصوصا زمانی که حضور دارم و حضور فیزیکی دارم، و خصوصا زمانی که مثلا فرض کنید اگه فرد میگه من کتفم مثلا اصطلاح حالا در رفت یا آرتروز دارم، دستم رو که میارم نزدیک این فرد، هم خودم و هم به شدت او، هم خودم احساس میکنم به شدت از دستم داره انرژی میره بیرون، هم او به شدت احساس سوزش میکنه. یعنی مثلا من چند نفر رو حالا مثلا گفت میگیرن دارم، دستمو که میدم رو سره یهو باشه دوب دستمو که میگفت سوزوندی چیکار دارم، حالا دستم فاصله بله. دستو اصلا نشستم، یعنی حداقل مثلا 10 سال فاصله داره. بله منتها ناخودآگاه و شوک چشم میبنده، ولی شوک رو سرم سوخت. بله بله. یکی این برام خیلی عجیبه که این حالا انرژی اضافه. خب حالا عرض کنم خدمتتون، من یه سوالی میکنم که شما راه دور انجام دادید؟ من راه دور رو هنوز انجام ندادم. عمدتاً هر چند نفر راه دور انجام دادن عجی گرفتن؟ بله خب چند نفر حالت شوک یعنی گرفتن و حالت شوک اتفاق افتاده؟ چند نفر حالت کانال تزریق
یعنی همون چیزی که تو درس بوده. چند نفر تجربه درمان موضعی رو به دست آوردن؟ خب ببینید ما جان شما فرمودید که اصلا تمرکز روی بیماری یا درد خاصی نباید کرد. ایشون هم نکردن. ایشون گفتن که نه بحث مثلا گفتن آرتروز داشتن، میگرن داشتن، هر چیزی. منظور نگفتم من روی اون تمرکز کردم. شهر بیماره. ببینید یک در این خصوص ما تجارب زیادی به دستمون میاد. تجارب زیادی که یواش یواش میبینید که شما دست که میگیرید چگونه است، چه جریاناتی هست، چه چیزایی هست، چه اتفاقایی میتونه بیفته. مثلا فرض کنید که یه تجربه رو که میتونید از امروز در واقع داشته باشید بحث پارنامه‌تونه. من اصلا میگم که از بیمار و اینها بیایم بیرون. خب شما یه لحظه بفرمایید بشینید، پارنامه‌تونه دارین که ببینید. من یک چیز دیگری رو برای شما مثال میزنم که شما وارد دنیایی شدید که دنیای شعور، تششعات و جریان‌های مختلفه. خب پایان‌نامه شما ظاهرن یه ورق مقواست دیگه، درسته؟ چیز دیگه که نیست که. این دیگه مقوا رو شما هم خودتون یه تستی روش میکنید که من بهتون میگم، هم کسانی که هیچ اطلاعی ندارند که داخل این پاکت چی هست. دوستان اینو دستشون میگیرن، چششون هم میبندن، ببینن که جریاناتی که اتفاق میفته بین خودشون و پایان نامه هست یا نیست. حالا چیز میکنیم، میتونیم بعضی از دوستان میتونیم الان هم بدیم، میتونیم هم این تستو بذاریم بعد از میذاریم بعد از زنگ تفریح، بذاریم بعد از زنگ تفریح. من این تستو توضیح بدم بعد از زنگ تفریح انجام میدیم. خب ببینید، پس ما با یه تیکه مقوا یک ارتباط شعوری برقرار میشه که البته بعدا در ترم 6 و اینها شما از کم و کیف و مسائلش و چگونگیش مطلع میشید. خب یا شما همینو که داخلش این پایان‌نامه هست میدید به یه نفر که اصلا نمیدونه، نه شما تو این کلاسی اومدید نمیدونه داخل پاکت چیه. خب فرض کنید که اینو به دستش بدید بگید خب این چی متوجه میشی. فرض کنید که یه بیماری داره، خب یه بیماری داره، اینو بهش بدین، بدین دستش، بعد بگین که هر چی متوجه میشی برای ما بگو. بعد میبینید که اون اینو که دستش میگیره جریان اسکن رو بدونه که تعریفی از شما داشته باشه، بدونه که بدون شما کلاسی میاید، یعنی اینجور انتخاب هایی رو بکنید. کسانی که چشم باز برای کسی که حواسشون جمعه، اگه حواسشون جمع نیست، حواسشون پرت میشه، چشا رو ببندن ببینن چه جریان رو متوجه میشن. میخوام بگم که در واقع این تست ها نشون میده که ما در یک وادی قرار میگیریم که آزمایشاتش نشون میده که در اونها جریان های شعوری و تششعاتی و اینها قرار داره و جای هیچ چیزی نه. بفهم من یه نکته بعدی که میخواستم از شما خدمتتون، در دو مورد این اتفاق افتاد، یکیش نشسته، یکیش خوابیده که دوستان بود که به شدت ذهن آشفته داشت، یک موضوع حالا شاید به عبارتی خانوادگی به شدت ریخته بودش به هم، نصف شب اومد سراغ من، حتی اومد و منم دیگه حالا تو عالم خود بردیمش بالا پشتمون، یه آبی هم ریختیم پشتمون، نشستیم و یه آب میوه گپی هم باهاش زدیم و گفتم بخواب حالا با هم صفا میکنیم. من هم که دستم گوشم رو سر اینو چیز شد، این بنده خدا نه علی که حالش خوب شد عرض کنم، این یه دفعه دست و پاش اومد بالا، یعنی همین که من کارمو شروع کردم این دستش گفتم پهلوش بذاره، دستش اومد بالا، گفتم چی گفتی چی، یه جور دستم سبکه. من آروم دستشو گرفتم که دیدم وقتی میگیرم وا میسه ولش میکنم دوباره میره بالا، من تو به چیزی نگفتم که این چشمه رو بترسه، دستشو بردم پا بدم خودش داره میره بالا که من دیگه زود چیز کردم از فضا خارج شدم که دیدم یه جور خاصی داره ایجاد میشه. یکم نشسته رو تخت کاشتش کردم، آرتروز کمر داشت، این آرتروز کمرش رو که من چی کردم، درد شدیدی همیشه داشت رو کمره، من تا وقتی حرکت رو شروع کردم یک احساس میگفت احساس خوشایند خیلی خوبی کردم و این دردش کلا از بین رفت
اما تو همون حالت که از بین رفت یک سری چیزایی میگفت داره یه چیزایی مثلا از گذشته برام مرور میشه، بعدم اینم داره بلند میشه روی تخت که من دوباره زیر این برای خودم عجیبه، نمیدونم این حالت چه جوریه. بله خیلی خیلی ممنون. یکی از احساسایی که در واقع پیش میاد رخ میده احساس بی‌وزنی، احساس خلأ است که بعضی موقع خود احساسشه، بعضی موقع واقعا عملا داره اتفاق میفته. خب اتفاق میفته و هم گزارش دوست عزیزمون، حالا در بخشای از نرم افزارهایی وقتی که بارهای سبک میشه، خب تنش زدایی میشه، اصلاحات نرم افزاری میشه، حالت سبکی و حالت خلأ همونطور که تو جسمم هم همینطور هست. وقتی مثلا بعد از یه مشت و مال و اینا تنش میره، آدم احساس سبکی میکنه. این مثلا تو موارد فیزیکی هم هست. این اتفاق رو به کرات و شاید به تعداد زیادی دوستان شاید تجربهش خواهند بود و اتفاق میفته. نه چیزیه که ما ازش بترسیم، اون داغو برای افراد ممکنه چون برخوردی نداشتن با همچین صحنه‌هایی ممکنه که اولش خورده چیز باشه، ولی بعدا میبینن که نه واقعا مسئله خیلی غیر عادی هم نیست و زیاد اتفاق میفته. خب شما بفرمایید. مثلا ببینید خیر، حالا ولی تو بحث بعد از زنگ تفریح راجع به کاربرد روان صحبت میکنم، اونجا هم مسائلی داریم که به نوعی مربوط میشه ولی نه فقط به شخصیشون، به همه مربوط میشه، اونو صحبت میکنیم. خب ما دیگه از گزارش های درمان، از گزارش های درمان هایی که دوستان انجام دادن بفرمایید. من موقع درمان احساس وحشت میکنم، میترسن. میترسن. یکی از اسکنایی که میشه گفتیم چیه؟ اسکن ترس و ترسای دوران کودکی و اینا. بله. بعضیا یک موردم که داشتیم در واقع اینجا که چشون میبندن تر میاد، یا موارد دیگه ای به هر حال به این چیزا مربوط میشه. با استمرار رفع میشه. بله بله بله. وگرنه ببینید به افراد معمولی شما بگین چشتون رو ببندین که خب دوچار ترس نمیشن که، ولی وقتی تو اسکنه همه که چشتون رو ببندن یه درصدی بلافاصله دوچار وحشت و فلان میشن، یه چیزی میاد رو دیگه در واقع. اینا که مستمر احساس خوشی و نشاط دارن چشمشون دیگه، اینا کسانی هن که اون اسکنهای لازم انجام شده، خیلی سریع تنشا و نمیدونم اینا رفته کنار، حالا دیگه احساس سبکی میکنن، همونه که این نمودارها رو دارن، خستگیشون، مسائل افسردگیشون، مشکل جسمیشون هنوز رفع نشده، مشکل جسمی رفع نشده، مشکل روانشون حل شده و اون احساس سرخوشی و سرحالی و ایناشون رو از بعد احساسیشون سریع تحقق پیدا کرده، ولی هنوز مثلا اگه آرتروز داره مثلا هنوز مثلا درگیره، هنوز کار داره. خب بفرمایید. بفرمایید. من تجربه خودم دارم که سه ماه مونده بود این کلاس، خاطرش خالی میگیره، بعد که بده کرده بودم شده میگیره و بلا فاصله که روز اول من اون فکر شما یه درد خیلی شدیدی گرفت که تا شب ادامه داشت، خیلی بچه بود که حتی بودم عجب اتفاق برمارد، ولی بعد از اون کامل برطرف شد، یعنی با اینکه سه ماه من درگیرش بودم با قرص و اینا این چیز بودم شد در بود خودم بود. یه خانومی هم بود که در واقع ایشون دیابت داشتن که تازه با ایشون کار کردیم، خیلی بدن ایشون رو داغون کرده دیابت، از لحاظ داخلی خوب مشکل بره کردن، کتفشون خیلی درد بدجوری دیگه گرفت، دوستی تکون نمیتونستم بدن مدت با اولین ارتباط که حتی خوشم در جایه نمودن یه چشمش رو بستن باز کردن کتفشون درسته شکنه و خوشم تعجب کردن از یه همچه از راه دور هم دوره بود که مشکل در واقع پریشون ذهنشون پریشون بود و آرامش نداشتن، ارتباط که میگرفتن بعد اعلام میکنم خیلی راحت باقی بودن. بله بله خیلی خیلی بفهمت. شما اینکه من موضوعی رو مطرح کردیم اینکه مثلا اینکه در واقع
بچه‌ای به دنیا میاد که سرطان خون داره. مثلا شما در نظر بگیرید که یه جایی داریم حالا جنگ شیمیایی خیلی مسئله اینجوری. مثلا پدر و مادر این چه کاری میتونستن بکنن در مقابل این بمبارانه؟ در مقابل این قدرت اومده داره یه همچین یه چند تا نسل داره. بله. چرا ما مسئول بیماری خودمون باید باشیم؟ ببینید وقتی میگم ما یعنی من شما اون پدر مادر دوباره خطای جاهای دیگری انتقال پیدا میکنه به اونها، خروجی اونها مشکل دار خواهد بود. ببینید وقتی میگم سطح انسان یعنی من شما اون اشتباه من گریبان شما رو میگیره، اشتباه شما گریبان یکی دیگر رو میگیره و تن واحده اشاره کردم اونجا جای بحثش اینجا نیست و ما تن واحدی هستیم و از اشتباهات همدیگه در امان نیستیم. و مثال اون بحث ها رو باید بعداً بدونیم که عدالت یعنی چی، مفهوم چیه و خیلی قضایای دیگه. فعلا ما اینجا داریم میخوام بگیم که این بچه سرطانی به دنیا اومده، خدا مقصره یا انسان مقصره؟ من این سواله، خدا، انسان، کی؟ حالا اجازه بدین بقیه بحث‌هاش، بحث عدالتش، بحث اینجام چیز دیگر رو بحث‌هاییست که باید سر جای خودش بریم وارد بشیم. پس ما اینجا اومدیم گفتیم که آیا خداست یا آیا انسانه، دیدیم که انسانه، حالا میام اینو بررسیش میکنیم. خب میام اینو بررسی میکنیم در واقع خداوند تبرئه میشه. ولی شما یه آمار بگیرید. حالا کی داره منو اینجوری هدایت می‌کنه؟ نه نه نشد. ببینید اینا همه بار داره ها، ببینید اینا همه بار داره، بعدم بیه تعریف. نه 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 اجازه بدین لوح محفوظ، شما بیه تعریف لوح محفوظ و دوره بعدی، دوره دو البته، بیاید لوح محفوظ ببینیم چیه، ببینیم بحث تقدیر چیه، مشیت چیه، قدر چیه. اینا رو ندونسته اون وقت دچار اشتباه میشیم ها. بعد دوباره اصلا میگیم مشیت الهی، مشیت الهی یعنی این بچه؟ نه اجازه بدیم من برای همین میگم شما یه آمار از مردم بگیرید، برید بغل دست اینه که بچه شما مریضه، میگن ای خدا آخه تو چه این بچه از جون این بچه میخواستی؟ خب اینو واقعا باهاش آشنا نیستین؟ آیا واقعا همچی چیزی نیست؟ ببینید من خودم نگام اینه که برای که عشق بیشتر کنه، بشر بیشتر کنه، همه اینا وجود داره که اینا رو بتونن با هم دوگاه مرکت کنن. یه عده همیشه مورد آزمایش قرار میگیرن، یه عده همیشه روی اینا تحقیقات میکنن، اینا ثابت نیستن، جا عوض میشه توی دنیا، تو دوران همه چیز تغییر میکنه، ولی برای کمال، برای دانش. ببینید یعنی ما ببینید آخه اینا هر کدوم که میگید یه باری داره ها، یعنی ما موش آزمایشگاهی دور از جون شما هستیم که مثلا خدا اینجوری بشه؟ ببینید من یک چیزی میگم که من یه چیزی خدمتتون میگم، عجله نکنید، چون تمام صحبت‌های فرمانشاد شما هر کدومش یه بارهایی داره که یه بخشایی رو میبره زیر سوالایی که اینجوری نیست ماجرا. ببین اگه ما قبول کردیم که یک هوشمندی عجیب غریب حاکمه، بقیه مواردش هم هوشمندانه است. ممکنه ما ندونیم که الان میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، توجه کردین؟ بنابراین عجله نکنیم، یک پله پله بریم جلو. فعلا ما قرار بود در این دوره بیام بریم که هوشمندی وجود داره یا نداره، یعنی عملاً آیا وجود داره یا وجود نداره. ما قرار بود اول اینو تست کنیم و گزارش های ما اینو نشون میده که بابا وجود داره. آره من هم چند نفر این در این دوره به این باور تا اینجا رسیدن که این هوشمندی وجود داره؟ خب نه تعارف نمیخوام، میخوام واقعا یعنی فرد واقعا تست کرده باشه و نزیزه. بله خواهم نه
نه نه نه این وجود داره، این وجود داره. نه وجود ادالت نیست که اگر ما غذای فاسد بخوریم باید مریض بشیم. خب وقتی بمبارانش دیگه میشه آدم باید نمیره یا سرطان بگیره. این ادالته، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. حالا این مسائل کلا دوباره برگشت به پله عقل و استدلالات. بله برمیگرده بحث‌های ابتدایی. خب که اینها به اصطلاح بحث‌های دیگری رو میطلبه. خب موضوع این دوره بررسی وجود هوشمندی و امکان استفاده از اونه و ما الان میگیم که کی گزارش داره، گزارش ها رو بررسی داریم میکنیم. خب که برای ما در واقع نشون بده که این هست یا نیست. ما رفتیم چند مرحله بعد رو گرفتیم که من اگر این هوشمندی غالب نبود خب در اثر این نیروهای اتفاقات اتفاقاتی فشارهای داخل زمین بالا میره، باید زلزله بشه، باید آتش فشار بشه. بله بله هوشمندی عادلانه در از خطاهای بشر. بله خب اما بازم جواب سوال ما نیست. ما اینا رو وقتی که اومدیم میدونستیم نظم برانه، خب هممون به یه شکلی میگفتیم حد، ولی تست عملی ما میخواستیم تست عملی بکنیم. ما از هر کسی این حرفا رو قبول نمی کنیم. هر کی بگه که هوشمندی هست من میگم به چه دلیل هست، باید یه چیز عینی ارائه بده. یعنی ما ازش قبول نمی کنیم. توجه میکنید؟ خب حالا از این مسئله بگذاریم. بله بله یک گزارش، اگر گزارش در خصوص درمان اگر کسی من میخواستم بپرسم، بعضی از این مریضا هستن که وقتی که ما به اصطلاح باشون کار میکنیم به تعبیر شما، ما همونطور که یه بار شما رو صحبت کردیم سقوط میکنن، احساس سقوط بهشون دست میده. من یک نفر رو که احساس سقوط، یعنی حالت فیزیکی پرتاب شدن، حالت پرتاب شدن. دفعه اول بعضی ها، من هم ببخشید قطع میکنم، بعضی ها در به اصطلاح ترس های ناخودآگاهی ترس از سقوط یا دارند یا براشون سقوط اتفاق افتاده. خب یا به نحوی این مسئله در بخشی از ناخودآگاهشون خصوصا براشون ایجاد درگیری داره. وقتی بهشون اسکن میدی یه دفعه حالت این که دارن یه جور سقوط میکنن براشون رخ میده، براشون اتفاق میفته و شما میتونید از همونجا تشخیص بدید که البته ما که نیازی به تشخیص نداریم که بدیم، ولی از نظر تفسیر مسائل اینه که شما میتونید تشخیص بدید یا سابقه سقوط داشته که این به صورت یک ترس اونجا ثبت و ضبط شده. خب یا اینه که ترس از سقوط و اینا رو داره و مثلا سوال کنید میبینید که یه چیزایی براتون معلوم میشه. خب یه چیزایی براتون ترس از بین میره. بله بله اصلا به همین که خودشون نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه میخواد از بین بره. ترس از سقوط، ترس از حالا ممکنه ارتفاع، ولی خود ترس از سقوط اینجا مثلا شما بعد سوال بکنید، چیکار کنید، تحقیق کنید، میبینید که فرد مبتلا بهش بوده. یک گزارشی آقای دکتر هم مستند خدمتتون بدن. بفرمایید آقای دکتر. موردی که در رابطه با سنگ کیسه سرطان من خدمت شما گفتن، در هفته قبل که با یک وارد اسکن انجام شد، این آزمایش ها هست در اون شبکی در اورژانس بوده که ASC و ALT شما میدید 303 و 274 ASC و ALT که میزان طبیعیش حد اکثر تا 40 هست. جراحی کیسه صفرا براش ضروری تشخیص داده شده همونجا و قرار جراحی بشه که بحث هزینه هاش و مشکلاتی که داشت و ارتباط که پیدا کرد گفتیم دست نگه داره، اطمینان میکنه به این قضیه و اطمینان به فرد درمانی و عجله نکنه. این هم سونوگرافیش هست که خب حالا از اینجا خوبی دیده نمیشه، ولی اینجا سنگ و محدود سنگ و ضخامت سنگ اینجا مشخصه اکوژنیسیتش و این هم تشخیص سونوگراف هست که نوشتن در بررسی انجام شده مجرای صفراوی دیداته نبودن، کسی صفرا تصویر منفردی مشهود هست، سپتوم منفردی درش مشخص هست،
یه سمپتوم غیر طبیعی تصویر سنگ در فوندوس کیسه صفرا که توسط سمپتوم فوق از بقیه قسمت های کیسه صفرا مجزا شده و جدار کیسه صفرا زخیم دیده میشه. این سونوگرافی بعد از فرادرمانی هست که نتایج شما هم باز اینم خدمت شما میخونم که مشاوره نوشته شده که لیبر هز نورمال سایز اند اکو پترن نو ایویدنس اف سیستیک اند سالید ماس با سی نو لیمیتیشن از ویژوالایز این سی وی سی سی وی دی و والیری تری پورتال اند هپاتیک درینز و آی وی سی هز نورمال کالیر دی گالولاد هز نورمال وال تیکنس اند سام اسلاش که شما دارین. این مرکز، مرکز آقای دکتر عطری هست. این هم که سنگ درش دیده میشه توسط بخش تحصیل برداری پزشکی هست، بیمارستان آتنی آسان کار. شما بارهایی رو دیدید یه مرکز یه چیزی گزارش میکنه، یه دیده نه و یه چیزی که بازم که ارزش گزارش داشته. بله دقیقا درست بگیم، به خاطر همینه که این آزمایش استیویتی هم هست که اینجا 303 هست، یعنی 7 برابر نرمال و اینجا 274 6 برابر نرمال، در حالی که این آزمایشش که همراه زمان با سونوگرافی دوم هست 15 و 14 با درچه که این دیگه مربوط به سایز سنگ چقدر بود؟ سایز سنگ سفتا اون سفتا که کاملا تو عکس مشخصی دیواره اندازه سایز سنگشون 1.6 1.6 میلیمتر. بله. 1.6 میلیمتر در حالی که شما اسلاژ. بله. سنگ. اسلاژ ساختمان خودش میتونه بکشه. بله، در جنای ساختمان. بله. اینو توتال دایرکت بله. اینو میگن توتال دایرکت. البته اون آزمایش من کامل خدمتتون نیاوردم. تکمیل اگه خواستین بعد از اینکه صفحه حتما آزمایش توتال دایرکت میخواد. ما این سنگ میاد گیر میکنه در مجلی صفرایی دیروین پس میزنم خیلی. بله، اگر آزمایش بیرون نداشته باشه آزمایش بیرون بین نشون دارم. بله ایشون که آزمایش بیرون در قلی من چون الان نرولم عدد چون میتونم شما بگم همراه خودم نرولم. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. البته خیلی ممنون، خیلی متشکرم. البته این موارد زیاد اتفاق میفته، خیلی هاشو یعنی کلن مدارک زیاد داریم، ولی به علت اینه که از آزمایشگاه های متعدد هست متاسفانه، یعنی چه بیش از 99% مدارک موجود حالا در کمیته تحویل کمیته پزشکی که میشه 99%ش به علت اینه که دردم از آزمایشگاه متعدده، ولی گزارش بیمار هست ها، یعنی دردش، مسائلش، مشکلش، ولی به این علت متاسفانه نمیتونه مورد به اصطلاح استناد قرار بگیره، در حالی که خود بیمار هست که داره گزارشاتش رو میده، ولی کلا یک درمانی میکنه خودشون رو بیمار نمیگن دقیقاً، چون همین توصیه پزشکی میده دقیقاً برو واسه میشه هم استرولوژیست. خب چه کسی که فرد درمانی میگه ببینید متاسفانه یه سری افراد وقتی که میان قبلا از یه جایی به اصطلاح چیز گرفتن، معمولا در ایران همه بیمارا پزشکاشون رو یعنی در آن واحد با 10 تا پزشک در ارتباطن، یعنی یه جوری خودشون هم سردرگمن، از پیشین در میان میرن پیشون، از پیشون در میان پیشون، از میرن پیشون، این میگه که این آزمایشگاه خوبه، اون میگه نه نمیدونم چیه، این میگه این خوبه و بیمار سردرگمه. وقتی که میاد، وقتی که به شما فرادرمانگر هستین برخورد میکنه، شما نمیگید قبلا آزمایشات کجا گذروندید، اینها باش کار میکنید و اون هم داره روندهای بیماریشو تحت نظارت پزشکان طی میکنه، اتفاقا میره پیش پزشک دیگری و اون میگه برو اینجا و معرفیش میکنه به یک آزمایش، چون میدونید هر پزشکی با یه آزمایشگاه کار میکنه دیگه، درسته؟ بنابراین آخر قضیه ما بر حسب شانسی که یه نفر آزمایش‌های قبل و بعد بیماریشو در یک آزمایشگاه گذرونده باشه، خیلی کم پیش میاد، یعنی اصلا آمارا عجیب غریبه، 99% شاید خیلی بیشتر از اینها اصلا اختلافات چیزو دارن، گزارش بیمار حاکیت درمان حاکیت بهبودشه، ولی آزمایشاتش درمان کردیم که فرادرمانگری میکنه الان مثلا همین جمعیت
به خاطر این آمار بره بالا. خب بگم دقیقاً پیش هم ببینید، ما خود این باید تو کلینیک تو باید تو کلینیک های فرادرمانی انجام بشه. وقتی که به شما برخورد میکنن، شما تو اون لحظه فکری نیستین که اونو هدایتش کنید بگید که میگم میتونه باشه، بله میتونه سازماندهی بشه و بعداً پیشنهاد بکنیم مدارکشون دیده بشه، مخصوصا پزشکامون که این کارو میتونن بکنن، ببینن قبلی کجا بوده، بعدی هم هدایتش کنن اونجا. ولی خود ما تا امروز به این فکر نبودیم، تو اون لحظه فکر حل مشکلیم، فکر اینیم که اون به اصطلاح غریق رو اونو نجاتش بدیم، فکر نیستیم بگیم که میتونم از بفرمایید. ما تو کمیته گزارش نگردی سال گذشته داشتیم 2000 مورد کسایی که سالهای قبل از اینکه کمیته گزارش تشکیل بشه 2000 مورد درمان داشتیم. از این 2000 مورد که فراخوان کردیم اصلا 150 مورد مراجعه کردن به کمیته گزارش نگردی. از 150 مورد فقط 45 مورد تونستیم ارجاع بدیم به آزمایشات قبلیشون، یعنی برن دوباره با هزینه خودمون آزمایش مجدد انجام بدن. از اونها که نتونستن پیدا کنن، نتونستن و من برسن، فقط 8 مورد متونستن در بیاریم. 2000 تو کجا و 80 اون رو توی مجله گزارش کردیم. یعنی اگر قرار بود ما به این نکاتی که میفرمایید و واقعا از لحاظ اپیدمیولوژی و استناد علمی خیلی مهمه که از یک محل باشم، اون چیز تو مجله ما گزارش میشه حتما این دقت توش هست، به قول آقای مهندس خیلی زیاده. ولی خب متاسفانه ادعی نمیتونه، مثلا ادعی نتونه سازمانشو پیدا کنه، اصلا شهرهای دیگه بودن، کشور دیگه بود. و خیلی از مواردی بود که از ایران نبود اصلا آزمایش، نمیتونستیم فکر رو بکنیم و اینا رو الان تو مدارک پزشکیمون هست، توی آرشیوهمون هست، ولی اینا رو ارائه ندادیم. یعنی از 2000 مورد 8 مورد توجه بفرمایید. بعد بعضی از بیمارا وقتی خوب میشن دیگه دنبال آزمایش نیستن، یعنی میگن بابا ما هزینه‌شو ما میدیم. دیگه مثلا فرض کنید در مورد برونشیتیدازی که اونجا مثلا هست، اونایی که خوب شدن دیگه حاضر نیستن دوباره بیان که مورد آزمایش بعدی قرار بگیرن. الان یکی از مشکلات طرح به اصطلاح مسئله در اونجا همین مسئله است که بعد از بهبود دیگه میگن ما که داریم نفس میکشیم دیگه، برای چی بیایم فرزنده در مرز آزمایشات و مسائل مختلفی قرار بگیریم. یه گزارش هم اینجا بگیریم به بعض صورت. شما 2000 مورد مدارک جمع شده که همه بیماراشون هستن، 8 موردش بفرمایید. بفرمایید شاید یکی شو بتونم متوجه بشم، چون شما گفتید علی متوجه نشه انجام هیچ مشکلی نیست. بعد ولی موقعی که توی کلاس هستم، یعنی نه موقعی که آخر سرگیه اول کلاس تا آخر کلاس، این استنلا متوجه میشم. چرا توی خونه که این استنلا انجام میدم شاید یک بار متوجه بشم، شاید اصلا متوجه نشم، ولی اینجا توی کلاس یعنی تمام مدت شاید اینجا حواستون جمع‌تره، شاید خونه حواستون جمع‌تر نباشه و خیلی مسائل شاید چیز دیگه.